بهار سال 1379 عده‌ای از فعالان سیاسی، روشنفکران و مدافعان حقوق بشر به دعوت بنیاد هاینریش بول در برلین گرد آمدند. کنفرانس ایران پس از انتخابات. در حال حاضر زنان کوشش میکنند نه تنها موضوع حجاب بلکه همه قوانینی را که برای زنان حقوق کاملا نابرابر نسبت به مردان در نظر گرفته است در اولویت برنامه‌های اصلاح گرایان قرار دهند. اما مهرانگیز کار با دغدغه آزادی بیان و خواسته های زنان ایرانی به این کنفرانس آمده بود، اما سخنرانیش بعد از 4 دقیقه در میان هیاهو و جنجال‌های سیاسی ناتمام ماند. جنجال‌هایی که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد. حالا در لابلای کتاب خاطراتش به دنبال قصه زندگی زنی می‌گردم که مردانه، یا بهتر بگویم زنانه، برای آرمان‌هایش جنگید. احساس می کردم دارم آخوندها را به ترک اعتیاد مجبور می کنم. آنها داشتند عادت کهن را از یاد می بردند و به حرف زدن با وکلای مدافع از جنس زن عادت می کردند. آنقدر سرمست می شدم که احساس می کردم روی یک صحنه حساس از تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران روی نوک پا می‌رقصم. ماندگاری قیمت گزافی داشت، اما از لذت و رضایت هم تهی نبود، به قیمتش می‌ارزید. چه چیز در این درون پرشور می‌جوشد که هنوز بعد از این همه سال دلتنگ صحنه است که تا می‌توانسته بازیش داده؟ تصمیم گرفتم به سراغش بروم. رد پایش را در کوچکترین ایالت آمریکا پیدا کردم. خاطراتش را مرور می کنم. از ورود به دانشکده حقوق دانشگاه تهران می گوید. زمستان پرحادثه سال 57 را مرور می کند. از سرگردانی در راهروهای دادگستری اسلامی می نویسد و تلاش برای رویارویی و ماندن. اما از مهرنگیز کاری که همسر است و مادر 2 دختر کمتر حرف می زند. انگار همه حضور زنانه‌اش را در زن بودن کسانی که برای حق و حقوقشان قصه می‌خورد خلاصه کرده. اینجا پراویدنس است، یکی از چندین و چند شهری که در سالهای قربت میزبان زنی بوده که از کشور خودش رانده شده. این میز و صندلی‌ها با تلویزیون کوچک کنارشان تنها وسایلی است که در آپارتمان کوچک مهرنگیز کار به چشم می آید. تزیینات خانه کتاب‌های حقوقی هستند و دست‌نوشته‌های خودش و چند تا عکس روزنامه‌ای از همسرش سیامک پورزند. کسی که بخواد از زندگی خصوصیش حرف بزنه، در تبعید باشه و بخواد برگرده و از اون زندگی گذشتش صحبت بکنه، احتیاج داره که یه مواد اولیه‌ای داشته باشه. مواد اولیه‌ای که آدم‌ها دارن معمولاً آلبوم‌هاشونه. آلبوم‌های عکس‌های خانوادگیه. و متأسفانه باید بگم که آلبوم‌های عکس‌های خانوادگی ما رو دزدیدن. یعنی وقتی که سیامک رو از در خونه خواهرش دزدیدن، هر کاری خواسته بودن کرده بودن، هر چیز خواسته بودن برده بودن. اینا هم که می‌بینین دیگه چیزایی که در اختیار این و اون بوده و لطف کردن مثلا در اختیار ما گذاشتن، یا اینکه تو کتابای جایی منتشر شده بوده. این عکس هم عکس سیامک موقعی که برده بودنش بیمارستان مدرس، که نماینده امنستی اینترنشنال رفته بود بیمارستان و این عکس رو از سیامک گرفته بود. این عکس ازدواج ماست و این عکس موقعی که من کلاس اول ابتدایی اسم نویسی کرده بودم. 61 سال پیش
بچه مدرسه های ایران این شکلی بودن. مهرانگیز کار در سال 1323 در اهواز به دنیا آمد. کودکی و نوجوانیش در خانه سپری شد که دو زن حاکمش بودند. مادرش که زنی بود عاشق تجدد و مادر بزرگش بیبی که مثل بسیاری از زنان نسل خودش سنتی و وفادار به مذهب بود. مادرم روزآمدتر بود طبعا. مادرم لباسای مثلا قشنگ برای من به عنوان یه دختر بچه می‌خرید، برای من چتر آفتابی میگفت. اون موقع هم نبود همه چیز تو بازار، مثلا میگفت یه کسی میره کویت برای من مثلا چتر آفتابی بخره که رنگی بود. طبیعی این جاذبه های مادرم بود و خب به تدریج چون ما خیلی پدر دلخواهی هم نداشتیم بیشتر جذب مادرمون میشدیم و مخصوصا من. اما این دلیلی برای نمیشه که من مادر بزرگم خیلی روم اثر گذاشته، برای اینکه مادر بزرگم در این حال که تفکر دیگه ای داشت ولی اهل مدارا بود، در این حال که خیلی دوست داشت من با حجاب بشم ولی هیچ وقت شلوغ نکرد برای یه همچین تمایلی. تصویر دختران خوزستانی که خشونت پدر و برادر را تاب می آوردند کابوس خوابهای کودکیش بود. اما سالها طول کشید تا چیزی که فقط خودش می داند چیست در درونش شروع به جوشیدن کند. اون شوکی که بعضی وقتا بعضی ذهنها رو خیلی تحت تاثیر قرار میده به من وارد شد، به همه وارد شد، ولی هر کس یک واکنش داشت. خیلی ها واکنششون این بود که کشور رو ترک کنه. خیلی ها ترجیح دادن، اصلا آدم های شاه هم نبودن، ترجیح دادن کشور رو ترک کنن چون فکرم این کشور دیگه قابل زندگی نیست. زن ها مخصوصا به علت حجاب خیلی ها ترجیح دادن کشور رو ترک کنن. باورتون نمیشه ولی خیلی ترجیح دادن که برن خونه بشینن، خودشون رفتن خونه نشستن. خیلی از زنهای وکیل دادگستری اینقدر براشون توهین‌آمیز بود این بحث حجاب که وکالت رو رها کردن. من و شوهرم ما نمیخواستیم کشور رو ترک کنیم، امکانات بسیار زیادی داشتیم برای نمیخواستیم مهاجرت کنیم. شاید آن موقع فکر نمیکرد این ماندن و کلنجار رفتن با موانع به قیمت زندگی چهار نفرهشان تمام شود. به خاطر می آورم آن مجموعه ای را که ما چهار نفر به وجود آورده بودیم. اسمش خانواده بود. اجاق خانه ما همواره روشن بود. همیشه دست کم قابلمه ای که در آن عدسی یا سوپ قلقل می زد یا پلوپز برقی که کته ای در آن حاضر می شد آشپزخانه را گرم می کرد و به آن جاذبه می بخشید. ما چهار نفر که چهار گوشه مربع را تشکیل می دادیم دیریست خانه از دست دادیم. هر چهار نفر در حسرت آن خانه که انباشته از قهر و آشتی، خوشی و ناخوشی، سر و صدا، اختلاف سلیقه بود می سوزیم و دم نمی زنیم. منم به عنوان فرد کوچیک خانواده همیشه خیلی لوس بودم، مثل پرنسس خونه بودم که از بغل مثلا مامانم میرفتم بغل بابام، از بغل بابام میرفتم بغل لیلی. همیشه دلم تنگ میشه برای اون لوس بودنه و بیشترین چیزی که من یادمه تو ماشین باباست. برای اینکه فکر میکنم تو ماشین بابا که میشستیم یه گالانت توسی داشت که نمیدونم مثلا 40 سال بود این گالانت رو داشت، خیلی هم بهش افتخار میکرد و توی این گالانت فکر میکنم شخصیت ماها خیلی در واقع خودشو نشون میداد. خونه ما خونه خیلی سنتی نبود، میشه گفت یه جورایی مامانم رئیس خانواده بود ولی توی این گالانت بابا میشد رئیس خانواده، برای اینکه فرمون به دستش بود و خیلی دوست داشتم که با هم شروع کنن راجب خبرها حرف بزدن. وقتی راجب خبرهای دنیا حرف بزدن یا خبرهای ایران احساس میکردم که چقدر مامان بابای من عاشق معشوقن و خیلی خوشحال میشدم. اولین بچه من 6 سال بعد از ازدواج ما به دنیا آمد که لیلیه و دومین فرزند من آزاده است که
که بعد از انقلاب در سال 1363 به دنیا آمد. بنابراین من یک بچه قبل از انقلابی دارم و یک بچه بعد از انقلابی. این چند روز لیلی از کانادا و آزاده از هند برای مدت کوتاهی به اینجا آمدند تا در کنار مادرشان باشند. حضور من میشه گفت خیلی خیلی کمرنگ بوده توی خونه از نظر فیزیکی، ولی از نظر روانی گمان میکنم حضور دائمی داشته. اون چه که بیشتر از هر چیزی دوست دارم در مورد مادرم بگم تفاوتش هست. به عنوان یه مادر، به عنوان یه مبارز، همیشه دلنشین نبوده این تفاوت. مثلا یه مثال براتون بزنم، در دوران موشکباران یا بمبارانهای تهران، خب ما طبقه سوم بود خونمون یا آپارتمان بود و همسایه‌های دیگه‌ای که داشتیم خیلی رفتار طبیعی مادرانشون، طبیعی یعنی نرم مادرانشون، منظورم از طبیعی نرم جامعه است، این بود که بچه‌هاشون رو می‌چسبوندن به خودشون هر جا می‌رفتن، حالا چه تو پناهگاه زیر پله نمی‌دونم، نه همونجا میشستن، هر کاری که میکردن بچه ها رو میچسبوندن به خودشون. مادر من کاملا کار متفاوتی میکرد. آزاده رو میذاشت خونه طبقه سوم، منو میفرستاد خونه همسایه، خودش میرفت مثلا تو آشپزخونه، بابامو میفرستاد مثلا زیر پله و میگفت هر کسی باید شانس زنده موندن داشته باشه. من به عنوان یه بچه 10-11 ساله خب میدیدم بچه ها همه تو بغل مادراشونن یا بغل پدراشونن، خب من فکر می‌کردم من یه چیز کم دارم، من چرا محبت دارم، منو دوست ندارن که فرستادن مثلا خونه همسایه. خیلی طول کشید، سالها طول کشید تا من بزرگ شدم و فهمیدم عجب کار متفاوت، عشق مادرانه متفاوت و چه از خودگذشتگی. یعنی مطمئناً بیشترین ضرری که این وسط کسی می‌کرده خود مادرم بوده، به خاطر اینکه باید از عشقش می‌گذشته و به جای اینکه فکر کنه که من باید اینا رو تو بغلم بگیرم که حفظشون کنم، میگه من رهاشون میکنم و حفظشون میکنم و شانس حفظ شدن رو به یک کدومشون بیشتر میدم. پدرشون اغلب جای من پر میکرد. سیامک پورزند یا در زندان بود و یا در خانه برای دو دخترش پدری میکرد. او که عشق زندگیش سینما و مطبوعات بود، مدام به بهانه‌های مختلف از این صحنه کنار گذاشته میشد. کنفرانس برلین اما بهترین بهانه شد برای محکومیتش به 11 سال زندان و وادار کردنش به اعتراف تلویزیونی. در نهایت بعد از گذراندن بخشی از محکومیتش به خاطر بیماری و کهولت سن در خانه اش زندانی شد تا روز 9 اردیبهشت سال 1390 که خودش را از بالکن خانه به پایین پرت کرد. تقریبا 1 سال و 10 ماه که من ندیده بودم خانواده‌ام رو و همه چیز عوض شده بود. همه چیز دیگه عوض شد. دیگه اون خونه، اون زندگی، اون معنی رو نداشت. دیگه معنی برحال، معنی زندان، سرطان، خیلی چیزهای دیگه بهش وارد شده بود. ترتیب به هر حال سفری دادیم، چهارتایی رفتیم مسافرت با هم دیگه و تصمیم گرفتیم با قطار بریم مسافرت و یه کوپه اجاره کردیم. اون شب تا صبحی رو که ما توی کوپه قطار گذروندیم نمیدونم، هیچ وقت فکر نمی کردم آخرین باری باشه که ما با همیم. آخرین بار حالا بچه ها ماندند و چراهایی که بی جواب باقی می مانند. چرا انقدر ظلم؟ چرا انقدر ظلم؟ برای چی؟ برای اینکه فقط یک انسانی خواسته حرفش رو که ژورنالیست بوده بدون سانسور ادامه بده حتی تو سن 80 سالگی؟ همین؟ من فقط دارم میخواد بدونم آخرین تصویری که تو ذهنش بوده چی بوده و دلم میخواد که فکر کنم که ما بوده. همین. ولی واقعا بیشتر نه، یعنی انقدر برای من این قضیه شخصیه که حتی به ظلمم کاری ندارم، فقط به اینکه بابام بود. همین. من در زندگی هرگز انسانی رو
نشناختم که به اندازه سیامک زندگی رو دوست داشته باشه در هر شرایطی. به هر حال در 80 سالگی یه سنیه که آدم نزدیک به پایان، چقدر باید عرصه بهش تنگ شده باشه. در حالی که قوانین دست و پاگیر وکالت را به کامش تلخ می کرد، برای ماندن در عرصه مطبوعات هم کم تلاش نکرد. من با چندین و چند چالش مواجه بودم که حالا چجوری بتونم وارد این مطبوعات بشم یا چجوری بتونم به عنوان وکیل دادگستری که حرفه من شده بود بتونم وارد قوه قضاییه اسلامی بشم و قاضی رو متقاعد کنم که من رو در جای وکیل زن بپذیره، یعنی نه فقط راهم بده که بنشینم، خب اونم یه بحث دیگه بود چون خیلی وقتا ما رو بیرونمون میکردن، ولی لایحه رو از دست من بگیره یا با من صحبت کنه یا به چشمای من نگاه کنه. اینا چالش های خیلی مهمی بود و من خیلی مفتخرم که بگم از عهده این دو تا چالش بر اومدم، البته نه به آسونی، خیلی سخت. من کلی موکل مرد داشتم، یعنی من اگر راجع به حقوق زن مقاله نمی نوشتم چه بسا که 90% موکلین من فقط مرد بودن. مقاله های من درباره حقوق زن بود که باعث می شد خانم های هم بیان به دفتر من و اتفاقا اغلب این خانم‌ها دست خالی از دفتر من برمیگشتن، برای اینکه زن‌ها حقوق خوبی نداشتن در روابط خانوادگی که ما بتونیم با استفاده از این قوانین از اینا در دادگاه‌ها دفاع کنیم. مهرانگیز کار که بعد از کنفرانس برلین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود، در اوائل تیر ماه سال 79 با گذاشتن وثیقه موقتاً آزاد شد. منتظر محاکمه بود که متوجه شد به سرطان پستان مبتلاست. روحیه خوبی دارم، در مجموع روحیه خوبی دارم، ولی خب الان که خیلی دیگه صدمه بهم خورده خیلی نمیتونم ادعا بکنم، ولی قبلا روحیه بهتری داشتم. منو در شرایط بسیار بدی اون مرحوم احمدی مقدس که قاضی ما بود، شعبه سوم دادگاه انقلاب بود و خب متاسفانه ترور کردن ایشونو، بعدن در شرایط بسیار ظالمانه‌ای احضار کرد برای محاکمه و هنوز من نمیتونم فکر کنم این چه فوریتی داشت که ایشون منو در حالی که باور کنید چهره من کبود بود و چون دادگاه و غیر علنی گذاشته بود هیچ عکسی از من وجود نداره، از بیخونی چهره من کبود بود، باند پیچی بودم و در تمام طول محاکمه یک لیوان آب به من داده نشد. برای ادامه معالجه ایران را ترک کرد و به آمریکا رفت. البته بعد از اعتراض به حکم 4 سال حبس در ایران. آن موقع تصورش را هم نمی کرد این سفر اینقدر به درازا بکشد. میگم من اینقدر در محاصره مشکلات قرار گرفتم که من بیماری رو یادم رفت و بیماری منو یادش رفت. سال هاست چمدان به دست از این شهر به آن شهر می رود. این روزها در دانشگاه بران مشغول مطالعه و تحقیق است. یاد گرفتم که در کمترین مثلا با کمترین اشیاء زندگی بکنم. بعضی وقتا خیلی می خندم. مثلا یه فنجون از این یه بار مصرفی هایی که تو هواپیما تو سینی هست که میندازن دور، من میندازم تو کیفم، سعی میکنم که هیچی نخرم. من اساسا آدم فعال اکادمیک نبودم، دانشگاهی نبودم در ایران. خب یه درسی رو خونده بودم، بعد رفته بودم وکیل شده بودم و من همیشه راه میرفتم و من همیشه با مردم بودم،
تو دفترم با مردم بودم، بیرون از دفترم با مردم بودم، با همه طبقات مردم بودم، عاشق این چایخونه‌های دور دادگستری بودم، یک نظام غذایی بسیار عجیب و غریب رو باهاش سر کله زده بودم، کلنجار رفته بودم، من اهل این زندگی بودم. طبیعی است که محیط و فضای اکادمیک بسیار منو خسته میکنه و رضایت خاطری بهم نمیده. سکوت و سکون زندگی اینجا یک طرف، به قول خودش در غربت دامنه آرزوهای آدم هم کوتاه‌تر می شود. چشم که بر هم می گذارم تا بخوابم، همه اشیایی که با آنها عمری زیستم پیش رویم می آید. دیشب تا صبح به سینی کوچکی فکر می کردم که یک گل بنفشه وسط آن بود و من همیشه وقت یک فنجان قهوه ترک برای خودم دم می آوردم، فنجان را توی آن می گذاشتم. به نظر می رسد غربت زدگی دارد درونم را می جود و بیش از همه غارتگر عقل و منطق شده است. حال خوب می فهمم چرا جمعی از هم نسلان من در اینجا آشفته حال شده اند. احساس می کنم این زندگی را خیلی دوست دارم. بعضی وقتا احساس میکنم این تنهایی رو انقدر دوست دارم که دیگه دلم نمیخواد تنهایی ما از دست بدم. اینا اتفاقاتیه که میفته. من همش تو کافه ها هستم. من عاشق کافه هم. من از وقتی که اومدم خارج از کشور فقط زندگی رو تو کافه ها پیدا کردم. همه منو مسخره میکنن. ولی اصلا اهمیت نمیدم. اگه من انقدر اینجا تنها هستم توی خونم و توی محیط اکادمیک احساس تنهایی میکنم که من تو کافه هایی میرم هرچی شلوغ‌تر و با همهمه کافه زندگی میکنم. همهمه کافه من از انزوا در میاره. فرض محال که محال نیست من اختیار داشته باشم و هیچ اتفاقی هم نیفته و من برم ایران و از فرودگاه صحیح و سالم بیام بیرون و راحت بتونم توی ایران یک روز یا یک 24 ساعت رو بگذرونم. مطمئنن اول میرم دفتر کارم و برای خودم یک قهوه ترک درست میکنم به شیوه گذشته هام و میشینم به مجسمه فرشته عدالت گچی که روی میزم هست و خیلی دلم براش تنگ شده، به اون نگاه میکنم و قهوه‌مو می نوشم و خیلی از خاطراتو مرور می کنم و یه خورده گرد و خاک دفترم هم پاک می کنم. ایرانو یک عشقی توصیف می کنم که دیگه از دسترسم خارج شد و مجبورم از دور بهش نگاه کنم. خودش همیشه یه اصطلاحی داره، میگه یه چیزی درون من هست که هیچکی نمیدونه جز خودم. و فکر می‌کنم این درست‌ترین حرف باشه در موردش. در شرایطی که دیگه همه چیز مثلا فکر می‌کردی تموم شد، دیگه این آخر خطه، مامان این قدرت دوباره ساختن رو داشت و منظورش هم از اینکه یه چیزی درون من هست که هیچکی نمیدونه جز خودم همین هست. یعنی قدرت بازسازی ولو به ازای از بین بردن خودش، قربانی کردن خودش. لجبازه، یعنی به حرف کسی گوش نمیکنه، هیچ وقت نکرده و به نظرم خب خیلی سختی هم کشیده به همین دلیل. منتها فکر میکنم اگر نگاه کنه به زندگیش میتونه فکر کنه که این زندگی بوده که به هر حال راهشو خودش انتخاب کرده توش و ماجراها، سختی‌ها، لذت‌هایی هم که توش بوده همه در واقع سرچشمه می‌گیره از اون تصمیمایی که خودش گرفته و شاید این خیلی سخت باشه الان براش در تبعید، در دوری بدون پدرم، ولی مطمئنم که یه لذتی هم توش هست. اینی که آدم بتونه وایسه و در واقع هم با صبر ولی هم با لجبازی به راهی که تصمیم گرفته ادامه بده.
بعضی وقتا که به گذشته نگاه میکنم مثل یه آدمی هستم که به یه زن دیگه ای دارم نگاه میکنم. یعنی اون زنی که تو دادگستری بوده، توی مطبوعات ایران بوده، حالا چه دوران شاه، چه دوران جمهوری اسلامی، من نگاهش میکنم. بعضی وقتا باش احساس یگانگی دیگه نمیکنم.